سلام علیکم حالتون چطوره خوش اومدین به ویدیو گپو گپ و گفت این هفته همونطور که میبینید اسم و بالاخره انتخاب کردم فکر کنم همون گپ و گفت خیلی باحال باشه به خاطر اینکه قشنگ قراره که هر هفته بهتون آپدیت و اینا بدم و حالا این هفته یعنی الان قراره که از این هفته که گذشت بهتون یه عالمه آپدیت بدم و کارایی که کردم اتفاقایی که افتاده و همین دیگه بریم که با هم دیگه این ویدیو رو داشته باشیم اول از همه در راستای اون ویدیوهای همین یکی دو هفته گذشته که داشتم مثلا در مورد پرخوری عصبی و باشگاه و اینو حرف می زدم اینو بگم که من تونستم بالاخره باشگاه رو شروع بکنم و ازش شروع بکنم و هفته پیش رو منظم و مرتب تمنام انجام دادم و کلا احساس میکنم بعد از اینکه باشگاه رو شروع کردم اون مشکل کنترل رو روی خوردنه که بهتون گفتم خیلیش حل شد و الان خیلی هم هفته خوبی از این لحاظ گذشت برام هم اینکه خیلی تونستم پیشرفت و توی خودم ببینم کاری که کردم این بودش که یکی اینکه با مربی شروع کردم ورزش و احساس میکنم که داشتن مربی مثلا خیلی تونست بهم کمک بکنه حالا علا رقم این که من تجربه ورزش رو خب خیلی زیاد داشتم ولی باز هم با این حال احساس میکنم که وجود یک مربی علاوه بر اینکه حالا جدای از اینکه قراره که روی تمرینات تو خیلی موثر باشه روی ذهن تو هم خیلی تاثیر داره و احساس میکنم کاری که این سری کردم یعنی این دفعه که میرم باشگاه چون با مربی شروع کردم با تمام این یکی دو سال اخیر که خب بدون مربی میرفتم باشگاه فرق خواهد کرد و یک کار دیگه هم که کردم این بودش که تمام سشنای ورزشیمو از قبل روی کاغذ نوشتم و مثلا گفتم که مثلا توی پلن مارچم وارد ماه مارچ که شدیم نوشتم که آقا مثلا من قراره که فلان روز و فلان روز و فلان روز مثلا برم باشگاه فلان روز و فلان روز نرم باشگاه روزهای تعمیرم و روزهای استراحتم از قبل مشخص کردم و حس میکنم که این مثلا خیلی کمک کرد به اینکه خیلی منظم برم البته درسته که فقط یک هفته رفتم ولی احساس میکنم که این نوشتنه رو اینکه قراره که چقدر منظم و پایبند من باشم به اون برنامه خیلی بهم به کمک بکنه یه هدفی هم که برای خودم گذاشتم برای ماه مارش این بودش که هدف من بیشتر از خود اون تمرینه که قراره توی باشگاه انجام بدم حضور توی باشگاه یعنی من به خودم گفتم تو فقط توی این تاریخها توی باشگاه حضور داشته باش همین لازم نیستش که خیلی تین سفتی انجام سختی انجام بدی چیه این نمیدونم لازم نیستش که خیلی تمرین سختی انجام بدی همین که فقط حضور داشته باشی توی این تاریخ که واسه خود مشخص کردی توی باشگاه کافیه آره دیگه خلاصه که یه شروع خوب از اون لحاظ داشتم یه اتفاق خیلی خیلی مثبت دیگه هم یعنی که این هفته افتاد این بودش که بابام از ایران اومد پیشمون و قراره که ده روز اینجا بمونه بعد کلا خیلی وقته که مثلا من و بابام با همدیگه ده روز یک جا نبودیم یعنی حالا الان که سه ساله که مهاجرت کردم ده روز پشت هم نشده که ببینمش شده که مثلا بریم سفر ایران ولی خب مثلا نمیشد که ده روز پشت هم ببینمش حتی توی سفرام به ایرانم یعنی انقدر خب سفرامون کوتاه میشد به ایران چون اینجا کار داشتیم باید سری برمیگشتیم فرصت این پیش نمیومد که خب مثلا قشنگ یه تایم طولانی رو من بتونم با اون بگذرونم قبل از مهاجرتم که خب باز یه چند سالی بودش که نشده بود که من اینطوری ده روز پشترم با بابام باشم برای همین این هفته من خیلی کلا هیجان زده بودم و خیلی خیلی حس مثبتی داشتم به خاطر این قضیه احساس میکنم که خیلی از اون احساسات منفی که هفته های پیش در موردشون صحبت کردم اصلا با همین یک اتفاق از بین رفتن چون که بچه ها واقعا ماها جز خانوادهمون هیچ کس دیگه ای رو نداریم یعنی حالا نمیدونم که چند سالتونه یه مثلا رابطتون با خانوادتون چطوریه ولی اینکه آدم بتونه یه رابطه خوبی با خانوادش بسازه واقعا به نظر من یه هنره یعنی چون هیچ دوتا آدمی شبیه هم نیستن و باید آدم ها یاد بگیرن با وجود اختلافاتی که با هم دارن بتونن با هم دیگه اون رابطه هر و ارتباط هر رو بسازن برای خود منم کاملا این قضیه اینطوری بودش که من این رابطه رو ساختم چون که مثلا خب من بچگی که داشتم با بابام ارتباطمون شاید اونقدی به اندازه الان قوی و خوب نبود و این ارتباطه رو من ذره ذره ساختم البته که خب هم من خیلی براش تلاش کردم هم بابام خیلی برای ساخته شدن دوبارش تلاش کرد ولی خیلی هم زمان برد ولی خب مثلا بعد از چند سال دیگه همه اینا کاملا اوکی شد و حل شد و پذیرفتیم که با همدیگه اختلاف داریم ولی در این اختلاف داشتن پدر و دختریم و کلی شباهت با همدیگه داریم و تمرکزمون رو بریم روی نقاط قوت رابطه‌ای که با هم داریم تا نقاط منفی و این شد که مثلا الان تونستیم بعد از اون همه مدت این رو با همدیگه بسازیم آره خواستم اینو بهتون بگم که اگر که مثلا حالا 20 سالتونه یا مثلا توی سنی هستین که حالا به هر دلیلی رابطتون خوب نیستش حالا یا پدر یا مادر مثلا برای بعضی هم مامامانشون که یه مقداری اختلاف نظر رو اینا دارن سعی بکنید که نذارید توی اون حالت بمونه یعنی حتی اگه شده یه مدتی یه استراحتی بدین به خودتون و ارتباطتون و رابطتون ولی بعدش روش کار بکنین چون که خب به هر حال اینها خانواده ما و آدم واقعا هیچ نمیتونه که دیگه از خانوادهش دست بکشه حالا الان در حال حاضر ارفان هم اومده یعنی هم ارفان هم بابام اومدن خونمون و یک تایم سه نفره پدر دختر پسری باحالی رو داریم میزنیم که خیلی خیلی به هم روحیه من کمک کرد هم روحیه ارفان هم روحیه بابام و میگم کلا خیلی هفته خوبی بود از این لحاظ اعتباطی مخصوصا با خانواده حالا اون داستان ارتباط ساختن با پدر و مادرم یه چیز خیلی طولانیه که واقعا نمیگونجه اگه بخوام الان در مورد صحبت بکنم کل ویدیو رو باید به اون اختصاص بدم اگر دوست داشتین یک ویدیو بسازم کلا در مورد این موضوع حتما توی کامنت ها برام بنویسین به خاطر اینکه خود من واقعا زندگیم عوض شد بعد از اینکه تونستم اون ارتباط رو بسازم با خانوادم خیلی دوست دارم که اگر که شما به این موضوع واقعا احتیاج دارید این کمک رو هم به شما بکنم راستی میخواستم بهتون بگم که من خودم خب تو ذهنم هستش که یه چند تای ویدیو مثلا بسازم با بابام ولی اگر هم شما ویدیوی خاصی مد نظرتون هست یا دوست دارین که ببینید از من و بابام حتما برام توی کامنت ها بنویسین تا این چند وقتی که وقت هستش و اینجا هستش من بتونم که این ویدیوها رو براتون بسازم بچه من همین الان یادم افتاد که میخواستم اول این ویدیو روز جهانی زن رو تبریک بگم به همه شما عزیزای دلم و البته خودم که واقعا انقدر قوی هستیم و داریم زندگیمون رو با همدیگه میسازیم و پیش میریم ولی خب یادم رفت روز همگی مبارک باشه ماش به همتون این تا اینجا کی بشه بتونم یه برنامه بسازم یه پلنی درست بکنم که هممون بتونیم همدیگه رو ببینیم و مثلا اینجور مناسبت ها رو با هم جشن بگیریم البته اینو بگم که من وقتی که رو در رو بخوام قرار بگیرم با شماها آدم خیلی خجالتی هستم یک بار پارسال با بچه های اینستاگرام توی آنکارا میتینگ گذاشتیم و رفتیم دیدیم همدیگر رو خیلی خوب بود و خوش گذشت و اینا منتها احساس میکنم اگه بخوام الان همچین کاری بکنم خیلی بهتر میشه به خاطر اینکه الان خیلی بیشتر از خودم رو نشون دادم و خیلی خودم هستم اون موقع خب موضوع کانتنت که من میساختم متفاوت بود با الان برای همین احساس میکنم که الان کسایی که بیان خب خیلی آه, بحالتر تر میشه و ارتباط خیلی جذاب تری میشه ساخت اتفاق بعدی که افتاد و میخواستم که حتما در موردش توی این ویدیو صحبت بکنم موضوع افزایش حقوقم بود که میدونم که خیلی چیز رندومیه توی این ویدیو ولی یه چیزی بودش که من خیلی در میخواست در موردش صحبت بکنم به خاطر اینکه واقعا به سختی من رفتم و حقم رو توی این موضوع گرفتم داستان از این قرار بودش که خب به خاطر اینکه وارد سال جدید میلادی شدیم حقوقا رو افزایش داده بودن ولی من احساس میکردم حقوق من و که باید و شاید افزایش ندادن البته که خب در کل مثلا حقوقی که من میگیرم اوکیه کاملا ولی خب باز هم من حس کردم که حق من باز بیشتر از اینه و قانع نشدم اصلا و گفتم بذار برم صحبت بکنم یا میشه یا نمیشه دیگه حالا من اخراج نمیکنم که به خاطر درخواست افزایش حقوقم و همین که مثلا من بتونم برم و در مورد این موضوع با مدیرم صحبت بکنم یه چیزی بودش که مثلا اگه منو میشناختین از قبل این چیزی بودش که من خیلی سختم بود و یه نیروی خیلی بزرگی لازم بود که منو توی این مسیر هل بده ولی خب این سری قلبه کردم به این موضوع و رفتم و صحبت کردم فکر نمی کردم که این درخواستم موفقت بشه و این افزایش حقوق روی حقوق این مهم اعمال بشه ولی دیدم که نه اتفاق افتاد و دقیقا آم... کلا هزار لیر کم در از اون چیزی که من مد نظرم بود کمتر به هم دادن و خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستم حقمو بگیرم تقریبا میشه گفت البته نه اینکه بگم حالا اولین بار من حقمو دارم میگیرم و نه ولی مثلا شخصیت من قدیما اینطوری نبودش که مثلا اگه همچین چیزی پیش میمد میرفتم درخواست اینو میدادم میگفتم گفتم حالا مثلا یه چند هزار لیر این ور, ور باشه چه فرقی میکنه ولی این سری خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد فرق این چشمی که ریمل داره رو ببینید با این چشم خلاصه که من اینو بهتون گفتم که اینو بگم که اگر که تغییر تو ذهنتون هست یا شما هم مثلا میخواین درخواست بدین کاری میخواین بکنید که احتیاج به یه انگیزه ای دارید یا یه کسی که حولتون بده اون آدم الان جلوتون نشسته و این هفته اینو حتما انجام بدین اگر که لازمه که صحبتی بکنید صحبت بکنید اگه لازمه درخواستی بدید درخواستش رو بدین و این هفته هفته که من از شما میخوام که این کار رو انجام بیایم با هم دیگه توی این موضوع روش بکنیم خیلی باحال میشه به نظرم راستی با عنوان آخرین حرف اینم بهتون بگم که پیج اینستاگرام هم که حالا روی صفحه براتون میذارم خیلی کم مونده که ده کا بشه و همین الان بعد از این ویدیو برید و پیج اینستام فالو بکنین اینجا روی یوتیوب خب من خیلی راحتم میام قشن حرفمو میزنم و حالا مثلا جایدانم که ویدیوهای گپ و گفت و شروع کردیم خیلی با حالم ولی خب من هر ویدیویی که برای اینجا میگیرم باید بشنم ادیت بکنم کات بکنم و اینا و بعد شیرش بکنم اما خب تو اینستاگرام ای شکلیه که هم همون لحظه استوری میگیرم میذارم و اینا خیلی بیشتر میتونیم با هم دیگه در باشیم همین دیگه این هم از گپا گفته این هفته حتما نظرتون رو برام بنویسین اگر که ایده دارید یا ویدیو خاصی رو دوست از منو باهم من ببینین حتما برام بنویسید سریع که من ویدیوشو بگیرم هم که دوست دارید کاری رو انجام بدید و الان با این ویدیو انگیزه گرفتین باز برام بنویسید و بدونید که من خیلی دوستتون دارم تا ویدیوی بعدی ماچ بهتون خدافظ